و پس سلام، خوش آمدید به هادی و گربه‌اش دیگر. یه خبر خوب براتون دارم، یه خبر بد. خبر خوب اینه که کتاب مفرح تفریح المسائل بالاخره از چاپ در آمد. کتابی نفیس که سراسر شعرهای طنزآمیز است، بر اساس مسئله های توضیح المسائل آیت الله خمینی. این خبر خوب. خبر بعد اینه که ممکنه که نرسم تو این برنامه راجع به این بیشتر براتون صحبت کنم، ببینیم حرفمون به کجا میکشه. تفریح المسائل 230 صفحه با ریزترین حروف، البته با عینک خوبه، لبریز است، تعریف نمی کنم. اگر داری تو عقل و هوش کامل بخوان اشعار تفریح المسائل، همه آداب و ترتیبات دین است، بدون سانسور و نقطه چین است. خوشا در خلوتی در را ببندیم، بخوانیم و به حال خود بخندیم. تفریح المسائل، کتابی که هر مسلمان و هر نامسلمان واجب است که دو نسخه از آن داشته باشند. برای تهیه با ناشرش یا شاعرش تماس بگیرید. هفته گذشته هفته خوبی برای آخوندهای مصری، آخوندهای جمهوری اسلامی بود. آخوندهای مصری هفته کیک خورونشون بود، کیک خوران، و آخوندهای جمهوری اسلامی هفته گوشبریشون بود. حالا چرا کیک خوری و گوش بری؟ برای اینکه در مصر ناگهان علمای اسلامی متوجه شدن که اسلام در خطر، در واقع خودشون در خطر بودن. یک کیکی یک خانم قنادی درست کرده به سفارش مشتری که روی این کیک یک تیترش این بود که چی بود؟ کیکی به شکل آلت تناسلی مرد. نه، حالا برای خط سرون پسری بوده که کیک رو درست کردن که ناگهان اینا گفتن نه، خانومه رو دستگیر کردن، سفارش دهنده رو تحت تعقیب قرار دادن که این کیک با موازین اسلام نمیخونه. حالا موازین اسلام چیه؟ در آغاز اسلام و حتی در قرآن و اینا رسپی و طرز اصلا کیک نبوده اون موقع که حالا بگن که چجوری درستش کنید که با موازین اسلام جور باشه و یک ذره خمیر و خامه و شکر میتونه که روی کیکی که یکی میخره، یکی میگیره، یکی میخوره، کسی دیگه هم خبردار نمیشه، این به اسلام لطمه میزنه. ای بابا، این همه آخوند و روزخون و آیت الله و حجت الاسلام و طلبه و مفتی و نمیدونم کوفت و زهرمار نتونستن به اسلام لطمه بزنن. 1400 ساله دارن سعی خودش رو میکنن، نتونستن. و با یه ذره شیر و کره و خامه و شکر، طرز لطمه زدن به یک دین مبین، مواد لازم، تخم مرغ، دو عدد، قالب، کریه، قالب عادی استکان. میگه کیک را هر جور آماده کنید مهم نیست، مهم است که آخرش مقدار خمیر آرد را مثل مداد کنید، آن را به شش قسمت مساوی ببرید. سر هر یکی از قسمت های برده شده یک شکلات کوچک تیله‌ای بچسبانید. این رو با احتیاط بگذارید روی کیک. فاتحه، لطمه به دین زده شد، دستا بالا، دنگ حالا کیک. خب البته چطوره که کیک این بچه میتونه برای جشن تکلیف خودش کیک درست کنه؟ پسر بچه نمیتونه مثل این دختر بچه او هم برای تولد خودش به باباش بگی که من یک کیک میخوام روش دودول باشه. چیزی نیست از این گنده تراش توی اینترنت هست. حالا من شطرنجی گفتم بکنن این ها رو. حالا شطرنجی امام زیاد خوب کار نمیکنه، از این شطرنجی های دست دوم تهش باد میده. بله این کیک ها هست. حالا اینم یک کیک سکسی دیگه، اشکال نداره، خام است، کره است، شکلات لام است، اینم هست. نمیخواد زیاد دقیق بشیم. اینم که تخت خوابن، رو تخت خواب بودن چی این وقت تنهایی، این همش این تختش کیکه، اینا کیک خودش هم شکلاته. ولی خب کیک سکسیه یه طرفه هست. یاد اون دو بیتی من افتاده لابد کیک ساز که میگه که ز هجر یار خود دلخونم امشو، ز هجر یار خود دلخونم امشو، پریشور از غم هجرونم امشو، نشستم دست تنها میکنم حال، خودم لیلی خودم مجنونم امشو. بابا طاهر عزیز مرا ببخش. شاید به هر حال اینو گفتم که بگم که این کیک ها هست، کیک مذهبی. ما محمد صاد صلی الله را دوست داریم. خب غلط کردی تو، اگر محمد صلی الله رو دوست داری اسمش رو کیک چرا می‌نویسی؟ بدبخت که بخوری حذف میکنی، قباحت داره. بله آه کیک های سکسی خوردنی هست، مکیدنی هست، میگم اینا دیگه شکلات کیک. مصاحبه کرده خبرنگار ما با این مقام مصری، خبرنگار ما میگه السلام علیکم، موازین اسلام در مورد کیک چیست؟ در آغاز اسلام که اصلا کیکی نبوده تا موازینی برام باشد. اون مرجع تو طلبه مصری میگه همین در آغاز اسلام نبوده، قربون دهنه. این خبرنگار ما میپرقه میگه حضرت عباس حالا ممکنه شما قربون دهنه من نری، اونم تو این شرایط کرونا با میسرقم خبرنگار ما. اون طلاب طلبه مرجع اسلامی میگه منظورم این است که خود کیک هم زیر سوال است. خود کیک هم معصیت داره ولی اینا کوتاه اومدن. خود کیک هم زیر سوال است، چه برسد به آلت تناسلی. کیک خالی خودش هم لطمه به اسلام است. این شمع هایی که روی کیک ها میگذارن سابقا توی سقاخانه ها روشن میکردن. کیک اومده دکون سقاخونه ها رو، شمع دوزدار رو. حالا ما از کیک چشم پوشی کردیم، گفتیم امت اسلام خوش باشن. آخه کیک رو گفتن دیگه این آخه هر مرجع دینی رواداری هایی داره که تخفیفاتی میده به مسلمان ها که مشتریشن. اینم میگه که ما گفتیم حالا کیک رو بخورن، نه اینکه آلت تناسلی درست کنن فرو بکنن توی چشم ما. اون میگه، اون مرجعه میگه خیلی خوب. خبرنگار ما قانع میشه، میگه از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید متشکریم. این مرجعه میگه خواهش میکنم، وقت ما برای همه کارها، کار دیگری نداریم. خبرنگار ما میگه پیش از این هم چنین فتواهای صادر فرموده بودید؟ مرجعه میگه بله، چند روز پیش هم گفتم یک بلال فروش را دستگیر کردن ولی متاسفانه قاضی اسلام ستیز دلایل را کافی ندانست و آزادش کردند. خبرنگار اعزامی ما میگه تکلیف این خانم چه میشود؟ مرجع میگه فعلا وزیر جوانان و ورزش دارد تحقیق میکنن. خبرنگار ما میگه فکر نمیکنم آیین اسلام از مقداری کره و خامه و اندکی شکر آسیب ببینه. مرجع میگه اندکی شکر؟ میدانی فقط چقدر شکر زده بود سر آلت تناسلی؟ مرجع میگه به خبرنگار اعزامی ما میگه. خبرنگار ما خندش میگیره میاد بیرون و در حکومت اسلامی هم کیک های مختلف که نشونتون دادم. اینم یکی که مذهبی مال عبادی سیاسیه یا نمازیه که مال یکی از کشورهای اسلامی هستش. من اینجا لیستشون و فهرستشون رو یادداشت کردم. اینم که کیک هسته‌ایه، فناوری هسته‌ای، حق مسلم ماست. این کیک زرد است، لطفا نزدیک نشوید منفجر میشه. حالا کیک زرد گفتم، بله همین تو جریان غنی کردن اورانیوم و تهیه کیک زرد و اینا، مگر تو همین جمهوری اسلامی کیک درست نکردن؟ از اونم بدتر. حالا اگر این خواهر غربی داره یه دونه کیک اینجوری رو میخنده اونجا که ببین. بازدید خواهران بسیجی حزب الله از کیک زرد اورانیوم در رابطه با فناوری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. خواهران بسیجی و حزب الله چجور کیکی اینا براشون درست یا خودشون درست کردن؟ نه نمیتونن براشون درست کردن. این جلو اینو نمیگیرن، این لطمه نمیزنه، این که گنده تر لطمه میزنه، اون که انقدر لطمه میخواست بزنه دودول بود ولی بچه میخواست ختنه کنه. این شد آدم یاد محسن رضایی میاد. برگردیم از نتنز به قاهره. در واقع به نام اسلام به کام خودشون هم کیکر رو میخورن، هم از اون زن قناد ببینم پول چقدر داره تو حساب بانکی، چقدر داره، چقدر میشه جریمهش کرد، چند تا هم میشه که براش بهش سفارش داد برای میلاد این صبیه ما هم یک کیکی درست کنید که رویش ماهر و جانماز مکه معظمه قوطی اینجوری سیاه باشد، تسبیح باشد، اینجوری درست بکنید، یک کیک هایی درست بکنید که از نظر اسلامی با موازین بخواند، بیارید در منزل ما تحویل بدهید، پول تاکسی را هم ما خودمان به شما میگوییم از اول پرداخت بکنید که دیگه کیک معطل نشود موقع تحویل و تحول. این جریان کیک خوریه، کیک زیادی خوردن آخوندهای مصری. ولی حالا قضیه گوشبری آخوندهای جمهوری اسلامی که اونها هم گفتن او اسلام در خطره. چرا؟ برای اینکه در یک فیلمی که خانم لیلا حاتمی هنرمند بزرگمون بازی کرده و قرار بوده در فستیوال فجر نمایش داده بشه، گفتن نخه، آره این خانم سرش تراشیدن ولی گوش او، گوشهای او با موازین اسلام نمیخونده. یکی دوتا از آخوندها رو گوش اینجا هم چیزی مثلا تحریک کرده و فیلم رو نذاشتن بره فستیوال فجر. اینجا میگه که بعد از کیکی که با یک بنده انگشت آلت تناسلی خامه‌ای اسلام را در مصر زیر سوال برده بود، این هفته معلوم شد که گوش‌های لیلا حاتمی هم از این طرف داشته به اسلام عزیز لطمه میزده. در نتیجه مدیران امنیتی و فرهنگی در وزارت ارشاد دستور به حذف و سانسور فیلم دادند. ظاهرا این آقایان سایز و اندازه گوش لیلا را با گوش خودشان مقایسه کردند، دیدن خیلی کوتاه است. در نتیجه فیلمی را که او با سر تراشیده و گوش نبریده در آن بازی کرده از دهه فجر کنار گذاشتند. آیا چند سال پیشم یادتونه این رفتش فستیوال کن این دختر هنرمند و اونجا اون رئیس هیئت داوران و یه پیرمرد یهودی 84 ساله رو منجوری کرد. 6-7 سال پیش وقتی لیلا خانم در فستیوال کن بوسه‌ای بر گونه رئیسی جشنواره زد، پایه‌های حکومت به لرزه درآمد. مسئولان نظام چنان خودشان را تکه پاره کردند که هرچه نخ بخیه از چین وارد کردند کم آمد، بقیه را با توف چسباندند. بر سر روسی لیلا حاتمی با ژیل جاکوب رئیس 84 ساله جشنواره کن، خواهران دانشجوی حزب الله با اظهار شکایتنامه به ریاست دادسرای فرهنگ و رسانه، خواهران حزب الله اونجا خواستار صدور حکم شلاق و حبس برای این هنرپیشه شدند. ولی خب البته اینجا نوشتم که عملی نشد. به نظر می‌رسد خواهران دانشجوی حزب الله با اندکی خودارضایی یا پیدا کردن شوهر بالاخره کوتاه آمدند. اما طلاب حوزه علمیه گفتم فطرینا ما کلاه سرمان نمیرود، رفت اونجا پیرمرده رو بچلونی، بیچار کرده است، بره کیکم درست کنه دیگه. اصلا به یه قنادی کیک درست کنه، یه چیزی مال این ژیل جاکوب بذار روش. لیلا که دو تا گوش در اطراف سرش بود ضد هنرش بود. لیلا که دو تا گوش در اطراف سرش بود ضد هنرش بود. با دین خدا وارد دعوا شده لیلا. واویلا واویلا. فیلمی که در آن گوش بیفتاده به پرده، ای وای چه کرده، با گوش خودش سکس سراپا شده لیلا. واویلا واویلا. چون جنتی این فیلم نگه کرد پس افتاد، پاک از نفس افتاد، یعنی سبب سکته آقا شده لیلا. واویلا واویلا. مصباح در آن حال که میت شده بودی چشمش بگو شدی مرده شکوفی چشم رو وا کرده، وقتی که داشتم میشستمش برای همین بوده. مصباح در آن حال که میت شده بودی چشمش بگشودی، گفتا که به شیرینی حلوا شده لیلا. واویلا واویلا. آقا که زده تازگی ها واکسن فایزر شد محو مناظر، فرمود پی وسوسه ما شده لیلا. واویلا واویلا. آقای وزیر آمده با رنگ پریده، زان گوش که دیده گوید بشه تابید که رسوا شده لیلا. واویلا واویلا. زد بر سر خود حجت الاسلام دبنگوز، فریاد زد امروز که حوزویان عامل فحشا شده لیلا. واویلا واویلا. باید که ببرن ز لیلا دو عدد گوش، دین گشته فراموش، کفارتر از شاه و هویدا شده لیلا. واویلا واویلا. کفارا یک مرتبه ظاهر شده از گوشه صحنه، با گوش برهنه در راسته ما چه گوارا شده لیلا. واویلا واویلا. لیلا که ندادند رهش در دهه فجر، حالا بکشد زجر هرچند که گویند دلش وا شده لیلا. واویلا واویلا. یعنی من فکر میکنم که هر هنرمندی اگر از این دهه فجر بذارنش کنار باید دلش باز بشه. به هر حال این ماجرایی بود از ماجرای کیک خورون و گوش برون آخوندهای مصر و جمهوری اسلامی به بهانه حراست از اسلام، در حالی که اسلام از خود این آخوندها که از آلت تناسلی گاهی چیسترن لطمه ندیده که از کیک لطمه ببینه، یا از گوشهای لیلا حاتمی.